بازار دلار در ایران متلاطم است. قیمت فقط دلار نیست که این روزها بالا رفته. بالا رفتن قیمت ارز و طلا دومینووار همه قیمت‌ها را بالا برده. بانک مرکزی میگوید این واقعیت بازار نیست. اما واقعیت بازار چیست؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه ایران. بازار ارز و طلا در ایران این روزها غیر قابل پیش بینی است. تا ساعت پایانی دوشنبه قیمت سرسام‌آور بالا می رفت. با یک جمله دونالد ترامپ که حاضر است پیش شرط با ایران ملاقات کند، قیمت از صبح سه‌شنبه افت کرد. قیمت ارز ظرف دو سه روز اخیر و در بعد ورود عبدالناصر همتی به بانک مرکزی چنان بالا رفت که او بلافاصله در بیانیه‌ای گفت این واقعیت بازار نیست و دست‌هایی در کار است. حرفی تکراری است که گوش‌ها از آن پر است. پیشتر مارک دوبوویتس و ریچارد گولدبرگ، مدیر اجرایی و پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها، در وال استریت جورنال نوشتند که ترامپ اعلان جنگ مالی کرده و طرح‌هایی برای نابودی اقتصاد ایران دارد. بسیاری دیگر از کسانی که به دنبال براندازی جمهوری اسلامی هستند هم از این طرح‌ها استقبال کردند. در این برنامه می‌پرسیم آیا غیر از تحریم‌ها عوامل دیگری در وضعیت بازار ارز ایران مؤثر بودند؟ بیشتر صحبت از خروج میلیاردها دلار از ایران ظرف ماه‌های آخر سال 96 مطرح شده. همینطور اینکه بسیاری از مؤسسات مالی و اعتباری بخش عمده‌ای از پول در اختیارشان را از کشور خارج کردند. آیا اینها اتفاقی است؟ آیا دولت می‌توانست جلوی خروج این پول‌ها را بگیرد؟ چرا نگرفته؟ آیا آنطور که گفته می‌شود واقعاً دست‌های خارج از وضعیت اقتصاد ایران آن را دستکاری می‌کنند؟ در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت می‌کنیم با سه مهمان. آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی از ازمیر ترکیه با ماست. محسن بهزاد کریمی، خبرنگار پارلمانی اتحادیه اروپا از مونیخ. و اینجا در استودیو علیرضا صلواتی، کارشناس بورس و اقتصاد سیاسی. من اول می‌خوام یک سوالی رو از سه نفر بپرسم. از آقای آذرمی در ازمیر شروع کنم. آقای آذرمی، آیا واقعا به نظر شما عوامل دیگری غیر از تحریم‌ها اونقدر که گفته میشه در بازار ارز ایران دخیل بودن، دست داشتن؟ ببینید، بحث تحریم‌ها خب هنوز شروع نشده. یعنی اگر هم بخوایم اثر تحریم یا اون خروج آمریکا از برجام رو ببینیم، اون اثرش بیشتر روی انتظارات تورمی بازار هست. یعنی انتظار از افزایش قیمت‌ها با توجه به چشم‌انداز در واقع منفی که فعالین بازار می‌بینن و باعث میشه که تقاضا رو در بازار در وضعیت فعلی افزایش بده. اما موضوعی که شاید مهم‌تر باشه در واقع این هست که قبل از اصلا شروع تحریم‌ها، بحث تحریم‌ها با در واقع روی کار اومدن آقای ترامپ توی آمریکا، همینطور که توی مقدمه شما هم بود، یه سری مقدمات کاری انجام شد برای در واقع فشار آوردن به ایران از نظر اقتصادی که مهمترینش در واقع مسدود کردن کانال‌های انتقال پول و انتقال دلار به ایران بود از طریق امارات و در واقع صرافی‌های دبی عموماً انجام می‌شد. با فشار عربستان و آمریکا توی اخبار و رسانه‌ها داشتیم در این چند ماه اخیر، بسیاری از این صرافی‌ها جلوی فعالیتشون گرفته شد. این کانال‌ها در واقع باعث شد که عرضه دلار توسط دولت، که عمدتاً 75% عرضه دلار در کشور در واقع توسط بانک مرکزی و دولت انجام میشه، بله، این بسیار در واقع مورد ضربه قرار بگیره و عرضه کاهش پیدا کنه. از اون طرف هم تو تقاضا اون التهابات به دلیل انتظارات تورمی بازار رو داشتیم. کاهش عرضه، افزایش تقاضا، این در چارچوب یه اقتصاد بیمار این التهابات رو ایجاد. آقای بهزاد کریم، نظر شما چیه؟ با درود، من فکر میکنم اگر قرار باشه تمام تقصیرها رو بندازیم گردن توییت آقای ترامپ یا اون برنامه‌های اقتصادی که برای تنبیه جمهوری اسلامی در نظر گرفته، بسیار کودکانه باشه. چرا؟ اینکه ما با یک میراث 40 ساله روبرو هستیم. میراث 40 سال تخریب اقتصاد، یک ساختار اقتصادی بسیار بیمار که به هیچ وجه امیدی به نجاتش نیست. ببینید، در تعیین نرخ ارز تنها یک یا دو عامل مثل خروج دلار از ایران یا راند خاریایی که هست نمیتونه اثرگذار باشه. ما حداقل 7 عامل رو داریم که به طور مستقیم اثر میگذارن در این تعیین نرخ ارز در مقابل ریال. این در واقع بهتره به این شکل مطرح بشه که
موضوع افزایش قیمت دلار نیست، این موضوع کاهش چشمگیر و روزافزون ارزش ریال، این ریاله که داره سقوط میکنه نه اینکه دلار. چرا آقای کریمی، چرا اینه؟ به هر حال شرایطی هست که غیر از با قضیه تحریم ها رو حالا یک شرایطی رو در نظر میگیریم که میدونیم که بعد از خروج آقای ترامپ از برجام شرایط به شکل دراماتیک تغییر کرده، اما غیر از اونها شما میگید عوامل دیگری هم هستن، این عوامل چیا هستن؟ ببینید همینطور که کارشناسانی که با در تیم ما با هم دیگه که همکار هستیم کار میکنیم روی موضوع دقت نظر داشتن، از 13 می در توییت توسط اکانتی به نام اکانت بابک وزیر برای اولین بار توجه ما رو جلب کرد، آمدیم به پیش بینی که این توییت کاربر توییتری کرده بود توجه کردیم و واقعا با داده هایی که یک کاربر توییتری تونسته بود به یک ماشین آنالیز بده و ازش خروجی بگیره، این زنگ خطر رو برای ما به صدا در آورد. ما نمیتونیم بگیم که این زنگ خطر برای بانک مرکزی، برای ساختار اقتصادی دولت آقای روحانی و کل حاکمیت به صدا در نیامده. همونجوری که گفتم هفت عامل، یکی نرخ تبدیل ارز به ریال، یکی نرخ سود، همینطور حساب جاری کشور و بدهی دولت، و در آخر دو عامل دیگه‌ای که همون یکی خروج پول هاست، پول دلار از کشور هست، اینا تمام عواملی هستن که بر میزان نرخ ریال تاثیر میگذارن. این اگر توییت آقای ترامپ بود، چرا توییت آقای ترامپ ممکنه یک مقداری بورس مسکو رو جابجا کنه، یه لرزه‌ای به بورس مسکو وارد کنه، ولی ما توییت آقای ترامپ رو ندیدیم که بلایی سر یوان چین بیاره یا سر روبل روسیه بخواد بیاره. بنابراین بهتره که فرار نکنیم به جلو و وایسیم و ببینیم این اقتصاد بیماری که داره فرو میپاشه. تنها دلار نیست، تنها بازار ارز نیست، صندوق‌های بازنشستگی ما بیش از 70% ورشکستن. اینا همه عوامل مخربی هستن که داره این اقتصاد رو به زانو در میاره. آقای صلواتی، نظر شما چیه؟ به خصوص من میخوام فوکوس بکنیم روی این قضیه خروج مقادیر زیادی پول از کشور، ارز از کشور، همونطور که آقای آذرمی هم اشاره کردن یه مقداری هم که پول وارد میشد به خاطر تحریم ها و بسته شدن راه ها وارد نشده. ممکن در مورد این بیشتر به ما بگید؟ من خیلی وضعیت رو پیچیده نمیبینم. من فکر میکنم که اتفاقات ساده ای افتاده. بعد از اینکه دولت دوم آقای روحانی خودش رو برای کالسکه سواری و استفاده از مواهب برجام آماده کرده بود، تمام این آرزوها رو اقدامات آقای ترامپ به هم ریخت. این آمادگی رو نداشتش تیم دوم اقتصادی آقای روحانی که در مقابل این بیسته. ولی همونطور که آقای باهنر هم توی مصاحبه اخیرشون اشاره کردن به این، مهندس باهنر، عوامل داخلی که به مسائل دیماه دامن زد پیگیر این بودن که با ایجاد یک سری التهابات داخلی اول تکلیف خودشون رو با آقای روحانی و دولت اون مشخص بکنن، بعد برن به راحتی بشینن با آقای ترامپ مذاکره بکنن و مسائلشون رو حل و فصل بکنن. و من فکر نمی کنم که هنوز اون مشکلات اقتصادی که از جانب تحریم ها باید به اقتصاد ایران وارد بشه وارد شده باشه. من بیشتر عمده مشکلات رو در داخل ایران میبینم. میفرمایید در داخل ایران، دیروز پریروز خود آقای لاریجانی رئیس مجلس هم گفت که اشتباهات دولت بوده که به این وضعیت منجر شده. اختلاف نظری دارن در مورد شیوه مدیریت بازار ارز در شرایط بحرانی کنونی. ممکن است بگید که آیا به نظر شما هم دولت اشتباهاتی داشته و اگه داشته این اشتباهات چیه؟ این دو جنبه داره. من موافق هستم با کلیت صحبت‌های آقای لاریجانی، بحث‌های کاملا دقیق اقتصادی هستش. من با اونا کاملا موافق هستم در مورد شناور بودن قیمت ارز. همیشه این صحبت‌ها رو هر کسی که دانش آموخته اقتصاد باشه قبول میکنه، ولی بحث اینجا دو قسمت داره. یکی این که اون پهلویی هستش که دولت داده برای مخالفینش برای درهم کوبیدن سیستم اقتصادیش. ببینید وقتی که یک واعظی در خطبه نماز جمعه میاد دولت رو تحت فشار قرار میده که پول صندوق‌های مالی و اعتباری رو پرداخت بکنه از ردیف اعتباری بانک مرکزی و بانک مرکزی هم تم میده به این مسئله، ما هر کسی میدونستش که اگه شما 35 هزار میلیارد تومان خط اعتباری باز بکنید برای پرداخت این مؤسسات، این 35 هزار میلیارد
تومان که وارد اقتصاد بشه تمام این تلاطم ها رو ایجاد میکنه. من برای اینکه به بینندگان و شنوندگان شما عرض بکنم که 35 هزار میلیارد تومان یعنی چی، عرض میکنم که بیش از بودجه 3 سال عمرانی کشور ایران هستش و در حالی که این بودجه مصوب عمرانیه بیشتر از 10-12 هزار میلیارد تومان در سال به بودجه عمرانی اختصاص پیدا میکنه. در یک سال وقتی شما این همه خط اعتباری باز بکنید، اینا التهاباتی رو ایجاد میکنه. این التهابات باعث میشه که شما رو به کنج گوشه استعفا برونن. امیدواری بر همین مسئله بودش، بعد بتونن خودشون برن با مسئلهشون رو با ترامپ حل بکنن. آقای کریمی، بحثی که اینجا مطرح است به نظر میاد که هر سه آقایون روی دو موضوع تاکید دارین، یکی شیوه های مدیریت غلط هست و یکی دیگه به هر حال شیوه هایی که ممکن هست از خارج اعمال شده باشه، اون چیزی که دولت ایران همواره راجبش صحبت میکنیم که دست هایی از خارج. من میخوام راجب این دست هایی از خارج مقدار بیشتر از شما بپرسم آقای کریمی. آیا این جنگ مالی که گفته میشه ممکن هست که دولت آقای ترامپ علیه ایران راه انداخته باشه، ما شواهدی داریم که در حال اجرا هست غیر از قضیه تحریم ها؟ میدونیم تحریم ها تاثیرات خودش رو داره، تاثیرات روانیش الان هست، تاثیرات واقعیش هم احتمالاً از هفته های آینده آغاز میشه، اما غیر از این آیا شواهدی داریم که جنگ مالی دیگری در جریان هست؟ برخلاف اون چیزی که شما گفتین، من موافق نیستم با اینکه دستی از خارج به اون شکل در این زمان در این لحظه به کار باشه که ساختار بیمار اقتصادی ایران رو از این بیمارتر کنه. ببینید، تحریم های مالی، تحریم هایی که هنوز اجرایی نشدن، تحریم های طلا و فلزات سنگین رو در پیش رو داریم، تحریم های نفتی در 13 آبان خواهد بود. بنابراین اینکه بخوایم تمام تقصیرها رو بندازیم گردن یک کابینه، یک دولت، این میراث مشترک آقای روحانی و حاکمیت جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته هستش. اگرم اتفاقی داره میفته، دوست عزیزمون میگن 35 هزار میلیارد تومان وارد بازار شده اینجا که اومدن بدهی مردم رو از اون ذخیره به قولی ساخت و ساز بدن، ولی در مقابل اشاره نمی کنم که این میلیاردها دلاری که روز ماهانه داره خرج حوثی‌های یمن، حزب الله لبنان و گروه‌های فلسطینی میشه، آیا این تلاطم ایجاد میکنه در ساختار اقتصادی کشور یا نه؟ خب به هر حال این پولا چه از راه سیاه، از راه غیر قانونی وارد کشور بشه، چه از راه قانونی، همه سرمایه این مملکت هستن که میتونن به اقتصاد بیمار این روزهای ما کمک بیشابه بکنن. بنابراین اینکه بخوایم ما باز تقصیر رو گردن کسی دیگری بندازیم یا تقصیر رو گردن برادران قاچاقچی بندازیم که میخوان این شرایط رو ایجاد کنن که آقای روحانی استعفا کنه، نه، من سرپای این سیستم رو یک کرباس میبینم و معضلات اقتصادی ایجاد شده از مدیریت غلط این 40 سال گذشته هستش. تمام دوره‌هایی که آقای نوربخش رئیس بانک مرکزی بودن، نگاه کنید در هر دوره‌ای که هر یک از رؤسای بانک مرکزی بوده، به استثنای یکی که مدت کوتاهی بوده، دلار چند ده درصد افزایش پیدا کرده. ببینید، پروفسور اقتصاد معتبر در سطح بین الملل 52% تورم رو در یک هفته گذشته برای ما پیش بینی تعیین کرده، محاسبه کرده. 52% افزایش تورم در یک هفته، خانم قاضی، چیزی شوخی برداری نیست، این نشانه از یک سرطان و نه یک بیماری اقتصادی. آقای سلواتی، اگه میخواییم پاسخ بدین تا ما بحث بدیم. من فکر نمی کنم اینطوری باشه، برای اینکه عددها و رقمها نشون میده که این اتفاقات هیچ وقت نیفتاده توی کشور. در اتفاقا در دوران مرحوم نوربخش وضعیت اقتصادی خیلی خیلی شرایط بهتری به خودش گرفتش. وقتی که با همکاری آقای ستاریفر وضعیت ارز رو سر و سامان دادن، تک نرخیش کردن، در اون وضعیت بسیاری از اون نقطه برسن متلازم بود، ولی بله خیلی شرایط بهتر شد. بهترین رشد اقتصادی رو داشتیم، کمترین تورم رو داشتیم، بیشترین نرخ ایجاد اشتغال رو داشتیم. اینا نقطه های طلایی بودش که در نمودار اقتصادی کشور چند. من اصلا سورپرایز نشدم از اینکه جناب آقای کریمی از برادران قاچاقچی حمایت میکنن و فکر میکنن که تاثیر اونها در اقتصاد، در متلاطم ایران، در وضعیت کنونی وضعیت کمی هستش. من هم با ایشون موافق هستم که جریانی که در خارج از کشور محورش آقای ترامپ، نتانیاهو و عربستان سعودی و سایر کشورهای دیکتاتور منطقه هستند، به همراهی جریان تند و دیکتاتور مآب داخلی
به جان اقتصاد ایران افتادن و آنچه گذشته رو خیلی راحت میتونیم ببینیم در وضعیتی که اتفاق افتاده. ببینید ما باید به عددها نگاه بکنیم. 20 میلیارد دلار قاچاق توسط برادران قاچاقچی عددی نیستش که فکر بکنیم که وضعیت اقتصادی کشور رو نمیتونه به سمت فروپاشی ببره. خب اجازه بدید من از آقای آزمی هم بپرسم چون به نظر خیلی ساکت نیستم. دو تا اتهام اینجا وارد شد به بنده که به بعض برادران قاچاقچی من حمایت کردم. ببینید میزان اولا فرمودن که در دوره آقای نوربخت بهترین رشد اقتصادی رو داشتیم. بهترین رشد اقتصادی در تاریخ ایران جناب صلواتی یا در تاریخ جمهوری اسلامی. اگر در تاریخ جمهوری اسلامی میگید که با سردار سازندگی و آقای رفسنجانی و افتضاحات اقتصادی که معایبش هنوز تا هنوز در چرخه اقتصاد ما به وضوح دیده میشه، خب این جواب کارنامه کاری آقای نوربخش و اون دوره هستش. اما در رابطه با حمایت من از برادران قاچاقچی، من این رو گفتم که با نمیشه تمام تقصیرها رو گردن برادران قاچاقچی در تاریخ ایران دا. شما به عدد رشد اقتصادی اشاره بکنید که بهتر از این بوده، غیر از اینکه ما یک انفجار نفتی از درآمدهای نفتی رو در سال 55 داشتیم. شما اگه برای من عدد بهتری از رشد اقتصادی رو بیارید من ممنون میشم. ببینید مسئله میزان تولید نفت رو شما نگاه کنید، میزان صادرات رو شما نگاه کنید در دوره آقای متوسط قیمت نفت در دوره آقای آزرمی رو این مثلا فراموش کنید. من خواستم این سو آقای آزرمی برن نظر شما رو به عنوان یه داور در این بحث شما بفرمایید. آیا فکر میکنید که واقعا مشکل بیشتر مدیریت داخلی هست در ایران یا اینکه دستهای عواملی از خارج در کارند؟ ببینید این بحث کاملا بحث درستی هست که حکمرانی اقتصادی در به ویژه 4 دهه اخیر، یعنی پس از انقلاب 57 در ایران، کاملا نادرست بوده. در حوزه‌های مختلف بحران‌های بسیار بزرگی ایجاد کرده. ما می‌بینیم بسیار از اقتصاددانان داخلی از 2-3 سال قبل، حتی تیمی که با خود دولت هم مدتی کار می‌کردن، هشدار دادن از بروز ابرچالش‌ها در اقتصاد ایران. ما اگر عدد و رقمی نگاه بکنیم، نقدینگی در سال 92 شروع دولت آقای روحانی 600 هزار میلیارد تومانه، امروز 1600 هزار میلیارد تومانه. من فکر کنم خود آقای لاریجانی یا یکی دیگه از مسئولین دولتی بود اعلام کرد که این نقدینگی رو که آمریکا ایجاد نکرده، ساختار غلط و اشتباه اقتصادی که در این 4 دهه ایجاد شده این مشکل رو ایجاد کرده. اگر تمثیلی من بخوام بگم، هیزم این التهابات در واقع این رشد نقدینگی و تورم مزمن در واقع دو رقمی به ویژه در 2-3 دهه اخیر بوده و شاید جرقه در واقع التهابات اون فشار خارجی و بحث تحریم و بستن کانال‌های در واقع منفذ تنفسی اقتصادی ایران بوده. اما نقش در واقع حکمرانی اقتصادی اشتباه در این 4 دهه رو اصلا نمیشه در واقع کم گرفت و نادیده گرفت. ابرچالش‌ها همونطور که اضافه شد، این بحث در واقع نرخ ارز در واقع تبع اقتصاد ایران، بیمار ایران باشه، فقط یه در واقع سیمپتوم و یه نشانه هست. در حوزه‌های مختلف ما مشکلات عریضه‌ای رو داریم، به ویژه اون بحث نقدینگی که در واقع التهاب تمام بازارها رو اقتصاددان‌ها در واقع ناشی از اون رشد بی‌رویه نقدینگی. من در اون مشکلات دیگه ازتون بپرسم، برای اینکه من واقعا اصرار دارم که این بحث رو ما رو اون مشکلات، چون می‌دونید ما مدت‌هاست در مورد تحریم داریم صحبت می‌کنیم و اینکه چه تأثیری روی اقتصاد ایران داشته، اما این مدیریت ناسعی، اشتباهات مقطعی و بلند مدتی که به هر حال همه آقایون هم مستحضر هم بهش هم اشاره میکنن، من میخوام بدونم که این مثلا در مورد در همین 3-4 ماه اخیر صحبت این است که دولت اشتباه کرده، ممکن است شما مصداقی به من بگید که کجاها اشتباه کرده؟ مثلا آیا میتونستن جلوی خروج بیشتر پول رو از مملکت بگیرن نگرفتن؟ این ارز مسافرتی و صحبت ارز مسافرتی که گفته میشه کلی در این مدت ضرر ایجاد کرده، به خاطر اینکه مثلا کسی میرفته سفر میومده و باز هم سود میکرده، به خاطر اینکه یه ارز شما در واقع سوبسید میدید به کسی که داره از مملکت ارز خارج میکنه. اشتباهات اینجوری رو ممکنه شما برای ما مصداقی چند موردش رو بگید؟ ببینید اگه بخوام به طور ویژه به در واقع اشتباهات سیاست‌گذاری تو این چند ماه اخیر و به ویژه بعد از اون اعلام نرخ 4200 تومانی توسط دولت نگاه بکنیم، همون موقع ما تقریبا اقتصاددانی رو نمی‌بینیم در فضای اقتصادی ایران، چه داخل چه خارج، که حمایت بکنه از این قضیه. ما این ارز چند نرخی رو متاسفانه از دهه 60 شمسی در واقع پایه‌گذاری شد، با این توهم که ما با پایین نگه داشتن مصنوعی قیمت ارز میتونیم تورم رو کنترل بکنیم، در حالی که در همه جای دنیا 95% کشورهای دنیا تورم رو کنترل کردن، با این فرض که تورم پدیده پولی است با کنترل رشد نقدینگی.
بنابراین این سیاست اشتباه دوباره تکرار میشه، مشابه سال 91. سال 91 آقای بهمنی اومد گفت ارز 1226 تومن ما تمام نیازها رو تامین میکنیم. آقای جهانگیری اومد همین رو دوباره اعلام کرد، بعد دوباره مرحله عقب نشینی. حالا ما اول همه نیازها رو میدیم، بعد نه یه بخشی از کالاها رو میدیم. ببینید این سعی و خطا در سیاست گذاری اقتصادی ایران متاسفانه هزینه های بسیار سنگینی برای مردم. متشکرم آقای کریمی، شما دستتون بدن کریم بفهم. خواهش میکنم. ببینید میزان بدهی های یک دولت بر اون ارزش پول ملی تاثیر میگذاره. با شرایط عدم ثبات سیاسی که جمهوری اسلامی تو این 40 سال داشته، هیچ کشوری حاضر به سرمایه گذاری نیست. اوراق قرضه جمهوری اسلامی رو حتی مردم خودش حاضر نیستن بخرن. ما به جایی میرسیم که از این اسکناس 10,000 ریالی میرسیم به چیزی شبه اسکناس که روی خودش نوشته ایران چک 500,000 ریال. یعنی هیچ اعتبار پولی حتی بانک مرکزی به این شکلی که برای این اسکناس قائل، نمیتونه برای این ایران چک قائل باشه. ما در یک چنین اقتصاد بیماری زندگی میکنیم که روزانه مبلغ هنگفتی ایران چک چاپ میشه بدون هیچ پشتوانه وارد سیستم مالی میشه، کسی جوابگویش نیست. ما در سامانه اقتصادی داریم زندگی میکنیم که شبه بانک ها به صورت قارچ. ببینید آقای صلواتی، وقتی من میگم برادران قاچاقچی، فقط منظورم برادران سپاه نیستن. از اون ارز جهانگیری که تحویل گرفتن شما برید نگاه کنید، ببینید بابت چی تحویل گرفتن، چه کسایی تحویل گرفتن و به کجاها وصلن. این 30 میلیارد رو فقط برادران سپاه خارج نکردن، بلکه یک مجموعه کلانتری از برادران قاچاقچی که در تمام حوزه ها فعال هستن، در دو جناح فعال هستن و با نام های مختلفی، دو برادر در یکی در اصلاح طلب و یکی در اصولگرا به چپاول مملکت مشغول هستن. تمام این مجموعه است که داره این اقتصاد و اقتصاد به زانو درآمده رو تیر خلاص میزنه. بنابراین بیایید صادق باشیم، مردم خودمون رو گول نزنیم، به گردن این اون نندازیم. آقای صلواتی، من فکر میکنم که جناب آقای آذرمی به خوبی مشکلاتی که باعث شده که وضعیت ریال به اینجا برسه رو توضیح دادن. برای اینکه به آخر بحث رسیده باشیم از نظر زمانی، من نظر خودم رو اینطوری بگم که دولت چه کار میتونه بکنه الان. دولت فکر میکنم که با برگشت، بذارید من یه ذره یاداوری بکنم خاطره خودمون رو. در سال 92 که آقای روحانی اومد سر کار، ما رشد اقتصادی منفی 6% داشتیم، ابر تورم 40% رو داشتیم، تحریم ها سر جاش بوده، ولی امید بله. به بهبود وضعیت بود که الان بله خیلی کم بله شده. سرمایه اجتماعی داشتیم که متاسفانه از دست رفته. ولی مسئله اینجاست که وضعیت اقتصادی، عددهای اقتصادی خیلی بسیار آشفته تر از این حرفا بودش، ولی بدون اینکه برجام تصفیه بشه، فقط با سیاست های انقباضی صحیح دولت تونستش یه سر و سامانی به اوضاع و احوال بده. امروز هم فکر میکنم که با بستن همون تیم اقتصادی که به بازار معتقد هستش، میتونه با بستن برای مثال با کم کردن سرعت انتقال پول و سیاست های انقباضی بیشتر از طریق بانک مرکزی و تیم اقتصادی بهتر شرایط رو سر و سامان بده. من تصور میکنم که اوضاع اقتصادی داره به سمتی میره، کسانی که حاضر نبودن با دستان مخملی اوباما مصاحبه بکنن، امروز مجبور میشن با چکمه های چدنی ترامپ معانقه بکنن. آیا آزمی، فکر میکنید چقدر الان واقعا مسئله بین دولت و کلیت حکومت هست، یا اینکه این دیگه فراتر از این حرف هاست، به قولی دیگه تموم شده ماجرا؟ ببینید همونطور که دوستان هم اشاره کردن، موضوع فراتر از موضوع دولت هست. حاکمیت و سیستم حکمرانی اقتصادی سیاسی ایران در این 14 اخیر، اون پارادایم ها و در واقع اون منطق و نگرش های اساسی رو که داشته، همونطور که جمله آخر آقای صلواتی بود، و در واقع باید تغییرات اساسی توش بده. راه چاره ای برای اقتصاد ایران به جز این نیست. پارادایم های سیاسی اقتصادی باید تغییر بکنه. نمونه چین در دوران ماو میاد در واقع به این نتیجه میرسه که اقتصاد رو به فروپاشی است و ناچار میشه درهای باز رو اجرا بکنه، سرمایه گذاری خارجی، تکنولوژی روز، اقتصادش رو یه اقتصاد پویا بکنه. برای ایران هم چاره به جز این وجود نداره. باید در واقع از این سیاست‌های در واقع که به نفع اقتصاد ایران و به نفع مردم ایران نیست دست کشیده بشه و در واقع بر اساس معیشت مردم انجام بشه. من یه جمله کوتاه بگم، اگر همین فردا توافق اتفاق بیفته یا حتی خبرش بیاد که این توافق اتفاق میفته، چندین سال اقتصاد ایران کار سخت خواهد داشت و جراحی های اقتصادی بزرگ برای اینکه مشکلاتی که در این چند دهه ایجاد شده حل بشه.
آقای کریمی 30 ثانیه وقت جنبندی دارید. اگر جمهوری اسلامی بخواد سر عقل بیاد و اون شرایطی که ترامپ و پومپئو براش گذاشتن به پذیره، در قدم اول باید FATF رو به پذیره. پذیرش FATF یعنی حذف بند 154 قانون اساسی اگه اشتباه نکنم و اصل سوم بند 16 قانون اساسی، یعنی استاپ کردن از هر گونه حمایت مالی از تروریسم، پولشویی و فایننس تروریسم. یعنی باز تعریف کنه معیارهای انقلابی خودش، یعنی به عقب برگرده، به قبل از 22 بهمن 57 برگرده و تبدیل بشه به یک جمهوری دیگری که نه اسلامی است نه این آرمان‌ها رو در دستور کار داره. اگر حاضر باشن اینقدر به عقب برگردن، شاید بشه نجاتی برای ایران قائل بود. وگرنه این اقتصاد ورشکسته یعنی یک دولت ورشکسته، یعنی یک حاکمیت ورشکسته که الان هنوز دارن بزکش میکنن. بسیار ممنونم از شما آقای محسن بهزاد کریمی، آرش آزرمی و اینجا در استودیو علیرضا صلواتی. ممنونم از هر سه شما. این بود صفحه 2 این هفته این برنامه و برنامه‌های گذشته صفحه 2 در وبسایت ما bbcpersian.com در دسترس شماست. همینطور روی فیسبوک facebook.com/bbcpage2، در نشانه توییتری ما @bbcpage2، لینک یوتیوب و پادکست ما هم منتشر میشه. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه. شب و روزتون خوش.